سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، 6000 نیروی تازه نفس وارد پنجشیر شد. پاکستان واردات از افغانستان از مرز عطاری واگا ممنوع است. ایالات متحده یا آمریکا برای اطلاعات در مورد رهبر داعش و عاملان حمله میدان هوای کابل 10 میلیون دلار جایزه می دهد. به نام خدا و با تقدیم سلام و یکی دیگر از ویدیوهای خبری ونسمان خوش آمدیم. مشروع خبرها، ایالات متحده آمریکا برای اطلاعات در مورد رهبر داعش و عاملان حمله میدان هوای کابل 10 میلیون دلار جایزه می دهد. روزنامه 8 صبح کابل گزارش می دهد. برنامه پاداش و وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا برای عدالت برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی و تثبیت محل زندگی ثناءالله غفاری رهبر گروه خراسان داعش مستقر در افغانستان 10 میلیون دلار جایزه می دهد. این نهاد همچنان جایزه 10 میلیون دلاری را برای اطلاعات عاملان حمله به میدان هوای کابل در 26 اگست سال 2021 تعیین کرده است. در این حمله مرگبار 170 شهروند غیر نظامی افغانستان و 13 سرباز ایالات متحده آمریکایی کشته شدند. گروه داعش شاخه خراسان در سال 2014 برای اولین بار در شرق کشور ظاهر شد. این گروه تا کنون چندین حمله مرگبار علیه غیر نظامیان و نیز مواضح دولت سابق اجرا کرده است. ثناءالله غفاری در جون سال 2020 از سوی داعش بر رهبری شاخه خراسان منصوب شد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که ثناءالله غفاری مسئول تایید و اجرای کلیه عملیات های گروه شاخه خراسان داعش در سراسر افغانستان و نیز مسئول تنظیم بودجه برای انجام این عملیات بوده است. در ماه نوامبر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ثناءالله غفاری را به عنوان تروریست جهانی ویژه معرفی کرد. سنتکام فرماندهان مرکزی ایالات متحده آمریکا از جانب دیگر به تازگی اعلام کرده است که حمله به میدان هوای کابل پیچیده نبود و توسط یک نفر عامل انتحاری انجام شده است. این گزارش دیدندوزی در این حمله را تایید نکرده است. این حمله در زمانی رخ داد که ایالات متحده آمریکا و متحدانش در تلاش کمک به فرار ایالات متحده آمریکا و متحدانش افغانستانی و ارتش این کشور بوده است. همچنان این در حالی است که جبهه مقاومت ملی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می‌نویسد: مقاومت وجود ندارد، 6000 نیروی تازه نفس طالبان وارد پنجشیر شدند. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک جبهه مقاومت ملی. همچنان این در حالی است که پاکستان واردات از افغانستان از مرز عطاری واگا ممنوع شد. روزنامه 8 صبح کابل گزارش می‌دهد. پاکستان اعلام کرده است که صادرات از افغانستان از طریق بندر عطاری واگا از 4 روز گذشته به دلیل اختلاف بر سر امضای گواهینامه‌های منطقه‌ای آزاد تجاری جنوب آسیا متوقف شده است. هند، افغانستان، بنگلادش، بوتان، مالدیوی، نپال، پاکستان و سریلانکا از اعضای کشورهای عضو منطقه تجارت آزاد جنوب آسیا هستند که قرارداد تجارت دوجانبه معاف از گمرک دارند. این قبل از این برخی از کامیون‌های غلات، پیاز، میوه‌های خشک و میوه‌های تازه را از افغانستان وارد می‌کرد. با این حال، یکی از مقام‌های اداره بندر زمینی هند گفته که در 4 روز گذشته هیچ کامیونی از افغانستان نیامده است. و گفته این مقام هندی موضوع مطرح شده و گمرک در حال رسیدگی به این پرونده است. و گفته کارشناسان اقتصادی مزدور بودن این بندر ضربه بزرگ اقتصادی را بر بازرگانان هند و افغانستان وارد می کند و ممنوعیت آن خلاف توافقنامه منطقه آزاد تجارت جنوب است. همچنان این در حالی است که سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه در مورد افغانستان ماه آینده در چین برگزار می شود. روزنامه 8 صبح کابل گزارش می دهد.
قرار است سیومین دور نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در مورد وضعیت کشور ماه آینده میلادی در چین برگزار شود. نخستین نشست وزیران خارجه شش کشور همسایه افغانستان شامل ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در عبدالحمستان بالا به صورت مجازی و بر ریاست پاکستان برگزار شد. بعد از بالا آن نشست تهران در 5 عقرب برگزار شد که در آن از روسیه نیز دعوت شده بود. با این حال با گزارش خبرنگاری دولتی ایران، وانگ یی وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با حسین امیر عبدالحیان وزیر امور خارجه ایران گفته است که سومین دور نشست همسایگان در مورد افغانستان به صورت حضوری در اواخر ماه آینده در پکن برگزار می شود و برگزاری دور دوم این نشست را موفقیت آمیز خوانده است. نامه گوید که از وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در نشست ماه آینده میلادی در پکن دعوت شده است. در نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان علاوه بر روسیه در 5 عقرب در تهران از تشکیل دولت فراگیر و ارسال کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی به افغانستان اعلام حمایت شد. در این نشست وزیران خارجه ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان حضوری و وزیران خارجه چین و روسیه به صورت آنلاین شرکت کرده بودند. با این حال روشن نیست که نماینده حکومت سرپرست افغانستان در نشست چین دعوت خواهد شد یا خیر. در نشست های قبلی نماینده از افغانستان حضور نداشت. همچنان این در حالی است که در پی واژگون شدن یک موتر در سالنگ یک تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های پاکستانی در حمله تحریک طالبان پاکستانی 5 سرباز پاکستان کشته شده است. سفیر آلمان برای افغانستان نباید با منتقدان مانند دشمن رفتار کرد، یه حال به دقت نگاه میکند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیو های بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید و برای شما بهترین و جدیدترین ویدیو های روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیو های جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقاتی خوش داشته باشیم. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. تا درود دیگر، بدرود.